چطوره؟ خوشتون اومد؟ آخه چرا خوشم نیاد؟ خیلی خوشگله، واقعا ممنونم. قابل تنظر خانم، میدونی چقدر با این کارت منو خوشحال کردی؟ دیوونگی کردم که یهویی ازدواج کردم. نمیدونم الان باید به بچه ها اینو چطوری بگم. ملکه خانم، ما که کار اشتباهی نکردیم که ازش بترسیم. شما خودتون نمیگفتین که ما دیگه بچه نیستیم؟ ما هم دیگر رو دوست داریم، مجبور نیستیم به کسی حساب این کارمونو بدیم. حق با شماست، اما یه مسئولیت هایی دارم. بچه ها، مادرم، اگه بفهمن با خودشون چی فکر میکنن. شما هم چه فکرهایی میکنین؟ من رفتم خونه واسه دنیس تعریف میکنم، بالاخره یه جوری به یاسمینم میگم دیگه، اونم بالاخره باید این واقعیت رو قبول کنه. تا دیروز مجرد بودم، مشکلی نداشت و خونم باشه، اما الان دیگه مجرد نیستم. خیلی خوبه، شما مسئولیتی ندارین، ولی برعکس من تو خونه راستش خیلی سخته، واسه همین میگم که یه کمی به هم وقت بدین تا به مرور زمان به بقیه‌ام بگم. منم راستش داشتم درباره همین موضوع فکر میکردم. با وجود این که عروسی کردیم، حس میکنم شما هنوزم دارین ازم فاصله میگیرین. آقا صالح، شما دارین چی میگین؟ این چه حرفیه که میزنین؟ اگه این حسو داشتم باهاتون عروسی میکردم. تو رو خدا یه بار ازم بپرسین که اصلا مشکل من دقیقا چیه. خب باشه، بگین میشنوم. الان بهتون میگم، راستش من اشتباه بزرگی کردم. من زامنه آقا فیزی شدم، اونم به بهونه یه شرکت کوچیک فامیلی امضای هر دوتامونا گرفت. بعد همون روز چهره اصلیشو نشون داد. راستش اول باید این موضوع رو حل کنم. امروز وقتی داشتم میومدم، این طرف داشت یه چیزی رو انتقال میداد، واسه همینم امروز دیر کردم. اصلاًم فرصت نشد بهتون بگم. شاید اونام فهمیده باشن که من همه چی رو میفهمم. فهمیدم. از یه طرف مشکل ایپکم که هست، اگه یهویی این موضوع رو بهش بگم، اصلا نمیدونم چه عکس العملی نشون میده. شما واقعا حق داری. واسه همینم فکر میکنم که اول باید به مامانم بگم که منو همراهی کنه. آه راستی، مهلام که هست، به آسین و ازگرم که هیچ وقت نمیخوام این حرفو بگم. وقتی شما اینجوری رک و پوسکنده گفتین، منم فهمیدم. باشه، هر موقع خودتون خواستین میتونین این موضوع به همه بگین، اما من که رفتم خونه به دنیس میگم. این کارو نکنید، دنیزم به ازگر میگه، اونم حتما به دخترم میگه، بعد همه چی به هم میریزه. باشه، قول میدم به هیچ کی هیچ چیزی نمیگم. یعنی ما این موضوع خیلی نمیتونیم مخفی کنیم، اگه مخفی کنیم خب عروسی کردن چه معنی داره؟ بله میدونم آقا صالح، نمیگم که مخفی کنیم، فقط لطفاً به هم یه کمی مهلت بدیم، فعلا به هیچ کسی نگیم. راستش الان فکر خیلی خوب زده به سرم خانم. حالا که شما میگین که به هر کسی تک تک نمیتونین این موضوع بگین و خجالت میکشین، پس با هم دیگه به همه اینو میگین. ببخشید نفهمیدم. راستش امشب هممون یه جا با هم میریم غذا خوردن، اول باید یه کمی تمرین کنیم. همه که اومدن، من و تو پا میشیم و میگیم که عروسی کردیم. این که فکر خیلی خوبیه. آخه چطور این به ذهنتون رسید؟ نه، حالا که اینطوره، من الان میرم به مامانم همه چیزو از اول میگم که مثل محلا نشم، وگرنه این دفعه حتما مامانم منو تیکه تیکه میکنه. حالا میتونیم پیتزامونو بخوریم؟ نه البته. میشه واسه ما دوتا پیتزا بیاریم؟ ازگر، ایپک، ازگر، کار دارم، همین الان باید با من بیای. باشه، منم باهات کار داشتم. استاد، یه دو دقیقه کار دارم، زود میام. واسه یه دقیقه بده اجازه میدم. تو کم الان اومدی، جای خیلی دوری نری. باشه بابا.
توی آپارتمان باشین مشکلی پیش نمیاد؟ یعنی اگه هر دقیقه باش روبرو بشی ناراحت نمیشی؟ نمیدونم، وقتی بیخونه شدم فوری رفتم اونجا. هرچند خیلی هم روبرو نشدیم، زیاد نمیاد بیرون پس مشکلی پیش نمیاد. مگه من بهت نگفتم اون آدمای خوبی نیستن؟ مرد دیگه یکیش میده یکی دیگهش میاد، همش انتظار که نمیکشه. تازه تو با آسینم گفتی که تا هنوز دوستت داره. اون به خاطر آسین رفت با اون مار سیاهی جاشو. اوزگار یه دقیقه آروم باش، من چجوری باید به آسین بگم؟ اصلا نمیگیم. ما که قسم خوردیم نه چیزی دیدیم و نه شنیدیم. اوزگار مزخرف نگو، اونا سلامتی داریم توی آپارتمان زندگی میکنیم، اون داره لباس عروسیشو درست میکنه، میخوای از آسین مخفی کنی؟ همینطوره عزیزم، فکر کنم اصلا عقلت درست کار نمیکنه. امکان نداره عزیزم، مگه ما نگیم مامانم بهش میگه؟ بالاخره یه جوری این موضوع رو میفهمه دیگه. اینو باش، قبل از اینکه ناراحتش میکردی باید فکر میکردی. یعنی میگه الان بریم به آرکان بگیم بچه آسین داره به دنیا میاد، یا اینکه پدر اون بچه تویی؟ میدونی آسین اگه این حرفا رو بشنوه چه حالی پیدا میکنه؟ خودکشی میکنه. عثمان تو چطور این کارو کردی ها؟ چطور؟ هنوزم باورم نمیشه. خیلی ناراحتم کردی، خیلی. عزیزم نباید این حرفا رو پشت گوشی بزنیم. چرا اینجوری میگی؟ بیا رو در رو حرف بزنیم. تو رستوران دلخواهت میز رزرو کردم. میخوام با هم بریم اونجا و غذا بخوریم. خب چه جوری بیام؟ از شانس بدم حساب بانکیمم که بستی. ترسیدم یاسمین. ترسیدم یه وقت نری خارج. ترسیدم دیگه نتونم ببینمت. یالا یاسمین یه تاکسی بگیر و بیا اینجا. باشه، یه ساعت بعد میرسم اونجا. بی صبرانه منتظرتم عزیزم. خدافظ. اومدی عزیزم؟ اصلا نفهمیدم کی اومدی خونه. خیلی وقت اومدم، حتی یه چند دقیقه استراحت کردم، الان حالم خیلی بهتره. داروات سر وقت بخور پسرم، اگه همین جوری پیش بری مطمئنم هر روز حالت بهتر میشه. با پدرم حرف میزدی؟ نه، عثمان زنگ زده بود. اون احمق از چی میخواد؟ میخواد منو ببینه. وای وای وای، در مورد چی حرف میزنه؟ اون آدم گولت زد مادر. البته گیرم افتاد نه؟ حالا میخواد بهت بگه تو این کار مقصر نیست، چون بهش جواب رد دادی حتما ناراحت شده. مامان، نکنه که میخوای بری پیشش؟ نه عزیزم، چرا برم پیشش؟ خدا اون احمقو لعنت کنه. همیشه تو حسرت این روز بودم که یه روزی در خونم با دستای شما باز بشه. فکر کنم اون روز رسیده. چطور همینجا پیاده بشی؟ واسه چی؟ چه میدونم، یعنی یکی نبینه. ملکه خانم لطفا این حرفا رو نزنین، ما چند دفعه از ماشین یه جا پیاده شدیم، بالاخره با هم همسایه ایم، فکر نکنم نیازی باشه بترسیم. خب فقط همسایم نیستیم، چه میدونم، میترسم یه وقت همه نفهمن. خب راستش نمیخوام دوباره شما رو ناراحت کنم، من همین اطراف پیاده میشم، این خانومم دو تا خیابون جلوتر پیاده میشن. بفرمایید. ازتون ممنونم، تا شب صبر کنید بالاخره همه چی درست میشه. البته که همه چی درست میشه عزیزم. صبر کن،
نمیخواد قهر کنی، یه دقیقه به حرفم گوش کن. اوزگور حرفاتو باور نمیکنم. چطور تونستی بهشون دروغ بگی؟ اگه مامان بزرگم بفهمن ما رو از خونه میندازن بیرون. انگار که من نمیدونم. اون آدم خیلی از حد خودش گذشته. واسه مامانم کار پیدا کرده. هزینه های منو داده، حتی هزینه های بچه‌رم داده. مطمئنم اون حتما یه نقشه‌ای داره. میدونم. وقتی یهو دیدمش زبونم بند اومد. نمیدونستم چیکار کنم. گفتم عمو. خب چیکار میکردم؟ آره این آدم عاشق منه. به خاطر من همه هزینه هاتونو داده. چون میخواسته دلمو به دست بیاره این کارا رو کرده. واسه همین بهش گفتم عمو. نه تو کار خوبی کردی که بهش گفتی عمو. حالا خیلی راحت میتونه تو خونمون رفت آمد داشته باشه. از قصد که این کارا رو نکردم. وقتی دیدمش زبونم بند اومد. بهش گفتم عمو. همه باور کردن. خب ازگر این مشکل رو چجوری میخوای حل کنی؟ نگران نباش عزیزم. تا حالا هر مشکلی داشتیم خودمون به تنهایی حلش کردیم. این مشکلم خودمون حل میکنیم. پیگیری کن که مادرش کیه؟ پدرش چی کار میکنه؟ حالا که عمو شدم باید این خانواده رو خوب بشناسم. خب اون بچه ای رو که بهم گفت همسایشه؟ دنیز. فکر نمی کنم فقط همسایش باشه. ببین اون آدم کیه؟ حتما پیگیری میکنم آقا. قربون دستت مامان جون. اصلا نفهمیدم که چای دم کردی. البته که نمیفهمی. صبح زود گم میشی میری. آخه از کجا باید بدونی تو این خونه چه خبره؟ از هیچی هم خبر نداری. ماشالله. مامان جون بذار استراحت کنم. به موقع همه چیو بهت میگم. چرا میخوای استراحت کنی؟ نکنه صبح که رفتی کوه کندی و برگشتی حتی یه لیوان چایی هم بهم ندادی. همین الان برات چای میریزم. کافیه یه دقیقه صبر کنی مامان جون. اینجا همه چیو به هم ریختی و گذاشتی فرار کردی. نکنه با خودت فکر کردی دیگه بر نمیگردی تو این خونه. تو رو خدا منو ببخش مامان. نمیبخشمت. احمق بازیای اون فیزی همش تقصیر توئه. نگفتم من دیگه نمیخوام با اون حرف بزنم؟ خب حق داری مامان جون. گوش کن. ساکت باش دارم حرف میزنم. تو این خونه دیگه احترامی نمونده. همتون سر به خود هر کاری دلتون خواست انجام میدین. ولی بسه. دیگه تحمل شنیدن حرفاتون رو ندارم. من بزرگ این خونم ولی شدم بازیچه. مامان ساکت. شما این خونه رو گذاشتین رو سرتون. اگه بازم به هم بخوای دروغ بگی یا بدون اجازم هر کاری کرده باشی دیگه اصلا نمیبخشمت. تو هم یه مادری. دخترت که به حرفت گوش نده عصبانی نمیشی؟ همش میری بدون اجازه من هر کاری میکنی. انگار من اینجا اضافم. چه روزایی رو سرم آوردین کلن منو مسخرم کردی. آی مامان جون آخه من که این کارا رو کردم. بابا کجا بودی؟ صبح زود نبودی. زنگ زدم جوابم ندادی. خب شاید صدای زنگو نشنیدم. صالح جون تو چی کار میکنی؟ هم دیر میایی هم منو منتظر میذاری. حالا هم داری اینجا داستان تعریف میکنی. خیر باشه. شما میخواین جایی بریم؟ آره با پدرت میریم غذا خوردن. اینطور نیست صالح؟ عالیه به خدا. وقتی پیام دادی منم زودی حاضر شدم عزیزم. بیا که بریم.